سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. قوه قضائیه به فاصله یک هفته مانده به پایان زربل به دولت درباره فیلتر شبکه های اجتماعی تلفن همراه و در واکنش به بی‌اعتنایی دولت در تشکیل جلسه شورای عالی مجازی از تصمیم خود برای رفع فیلتر سایت های فاقد مجوز خبر داد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته دستور رفع فیلتر این سایت ها هفته گذشته به وزارت ارشاد داده شده و این وزارتخانه حق ندارد رأسا اقدام به فیلتر سایتی کند خودداری دولت روحانی از تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی با خشم مقامات قوه قضایی مواجه شده است. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور هشدار داده چنانچه دولت به بی خود درباره فیلتر شبکه های اجتماعی ادامه دهد قوه قضایی وارد عمل خواهد شد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران ضمن مردود دانستان دو فرضیه اصابت موشک و خرابکاری در هواپیمای این نیرو که روز شنبه گذشته در منطقه زاهدان سقوط کرد برخی از رسانه ها را به نام کردن فضا و قوی نشان دادن تروریست ها متهم کرد آقای احمدی مقدم گفته این موضوع در حال بررسی است مرکز اطلاع نیروی انتظامی ایران یک روز پس از سقوط این هواپیما برخورد با مانع و نقص فنی را علت بروز سانحه ذکر کرد. یک هواپیمای توربو کماندو روز شنبه 19 مهر در حوالی زاهدان سقوط کرد و هفت سرنشین آن از جمله سه مقام ارشد نیروی انتظامی جان خود را از دست دادند. پیشتر نیز چندین مورد حمله مسلحانه به مامورین انتظامی و مسئولان محلی استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید این وزارتخانه عناصر رابط در فضای مجازی را شناسایی و مدیریت می کند و در صورتی که افراد به انتقال اخبار سری از کشور بپردازند اقدامات لازم را انجام می دهد. آقای علوی افزوده مناطق حساس هسته دفاعی موشکی و تکنولوژی های پیشرفته عرصه‌ای هستند که سرویس های اطلاعاتی خارجی به دنبال کسب اطلاعات هستند و در این مراکز آموزش های لازم توسط کارشناسان وزارت اطلاعات داده شده است وزیر اطلاعات ایران همچنین خبر داده دستگاه اطلاعاتی ایران عناصری را که در داخل با داعش در ارتباط بودند شناسایی کرده و آنها اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند. به گفته ی وی وزارت اطلاعات از سالها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط گروه خلافت اسلامی به چالش کشیده شده همکاری اطلاعاتی داشته و برنامه های داعش را پیش بینی کرده بود. وجود ابراز امیدواری حسن روحانی به حل و فصل مسائل هسته ای تا چهل روز آینده وزیر خارجه ایران انتظار بیش از حد از مذاکرات وین را رد کرده با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا توافق نهایی هسته ای با ایران تا سوم آذر را دور از دسترس ندانست محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا همراه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در نشستی سه در وین دیدار و مذاکره کردند. مذاکرات سه جانبه نمایندگان جمهوری اسلامی، آمریکا و اتحادیه اروپا روز سهشنبه 22 مهر در هتل کوبورگ وین آغاز شد. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان وزارت خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون در این گفتگو شرکت داشتند. عباس عراقچی معاون ظریف هفته گذشته گفته بود که مذاکرات ممکن است به تعویق بیفتد اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مهلت تعیین شده به قوت خود باقی است ظریف هم در وین گفت با وجودی که انتظار نداریم در این دور به توافق خاصی دست یابیم اما همه به توافق نهایی امیدواریم سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت با وجود پیشرفت های زیادی که در مذاکرات هسته ایجاد شده هنوز فاصله بین دو طرف وجود دارد مایکل مان در جمع خبرنگاران در وین به فضای مثبت مذاکرات دور پیشین در نیویورک اشاره و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت های بیشتری در مذاکرات وین حاصل شود گفتنی است حسن روحانی دوشنبه شب 21 مهر و در آستانه این دور از گفتگوها در برنامه گفتگوی مستقیم با مردم گفته بود که در کلیات با پنج به علاوه یک اتفاق نظر داریم اما با وجود بحث های مهم در جزئیات در مورد برداشته شدن تحریم ها جای اختلاف نظر است ظریف در وین به خبرنگاران گفته است که موضوعات بسیار زیادی برای حل و فصل باقی ماندن و رسیدن به توافق در مذاکرات وین بسیار بعید است. او به واقعیات موجود در صحنه منطقی و بین المللی اشاره و ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل با پذیرفتن این واقعیت و واقعیات برنامه پیشرفته صلح آمیز ایران به راه حلی دست یابد. در مورد اصل موضوعات تفاهم کلی وجود داره اما اونچه که در چند دور اخیر در موردش بحث و گفتگو شده در مورد جزئیات هست حجم غنیسازی در مورد نحوه برداشتن تحریم ها و زمان بندی برداشتن تحریم ها و این موضوعاتی که خودشون هم بسیار اهمیت داره و بسیار حیاتی در همین حال جانکری هم گفت که هنوز مسائل حادی درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی باقی مانده است ولی توافق نهایی تا روز 24 نوامبر مطابق با سوم آذر دور از دسترس نیست. وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت فکر نمی کنم توافق دور از دسترس باشد ولی همچنان مسائل حادی وجود دارد که باید حل و فصل شوند. به گفته وی دستیابی به توافق به این معنی است که نگرانی ها نسبت به احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی کاهش یابد. و در مقابل تحریم های اقتصادی شدید غرب علیه تهران لغو شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در همین زمینه گفت که انتظار دارد گروه پنج به علاوه یک و تهران تا روز 24 نوامبر به ای بر سر برنامه هسته جمهوری اسلامی برسند اما اگر این توافق هم رخ ندهد نباید آن را تراژدی دانست به گزارش خبرگزاری اینترفاکس وی پس از دیدار با همتای آمریکاییش و لوران فابیوس همتای فرانسویش اظهار داشت من مطمئنم که مصالحه امکان پذیر است ولی نمیتوانم تضمین بدهم که این اتفاق تا روز 24 نوامبر رخ خواهد داد وزیر امور خارجه روسیه افزود این تاریخ مقدس نیست تلاش ما این است تا این روز به نتیجه برسیم این چیزی است که واقعا مهم است در همین راستا ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد که نشست تازه اعلام شده مدیران سیاسی پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد یک روزه خواهد بود غرب میخواهد یقین حاصل کند که جمهوری اسلامی در صدد ساخت بمب اتمی نیست جمهوری اسلامی نیز اصرار دارد که برنامه های اتمیش مقاصد صلحآمیز دارند و خواستار لغو تحریم های بین المللی است مهلت دستیابی به توافق جامع 24 نوام تعیین شده است. یکی از محورهای مورد بحث حجم اورانیوم غنی شده و نحوه و زمان بندی لغو تحریم هاست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از گسترش عملیات نظامی علیه داعش خبر داد و گفت جنگ علیه داعش طولانی مدت و با پیشروی و عقب نشینی هایی همراه خواهد بود آقای اوباما با ابراز نگرانی شدید از اوضاع کوبانی سوریه و استان الانبار عراق تاکید کرد حملات هوایی علیه مواضع گروه دولت اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت جان وزیر خارجه آمریکا نیز گفت واشنگتن و مسکو بر سر تبادل اطلاعات درباره گروه تروریستی داعش به توافق رسیدند جان کری پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره بحران اوکراین نیز گفت نیروهای روسیه در حال عقب نشینی از خاک اوکراین هستند گرچه سلاحهای سنگین هم باید از اوکراین خارج و امنیت مرزهای این کشور تضمین شود گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار کازمیه عراق را بر عهده گرفت. داعش هدف از این عملیات را هدف قرار دادن احمد خفاجی نماینده پارلمان عراق دانسته. روز سهشنبه 22 مهر در اثر انفجار یک دستگاه خودروی بم گذاری شده در محله کازمیه عراق سیتن کشته و 50 نفر نیز زخمی شدند. احمد خفاجی نماینده مجلس عراق نیز در این عملیات تروریستی کشته شد. به گفته منابع کردی مدافعان شهر کوبانی توانستند بخشی از غرب این شهر را از دست شپ نظامیان اسلامگرای افراطی خارج کنند در رویدادی دیگر فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و متحدانش برای رایزنی درباره مقابله با داعش در واشنگتن گرد هم آمدند به گفته منابع کردی رزمندگان کرد توانستند تروریست های دولت اسلامی را به عقب نشینی نمایندگان یگانهای مدافع خلق و حمایت و شب که در سوریه علیه اسلام گرایان می جنگن، گزارش دادند که توانستند شبه نظامیان دولت اسلامی را از قرب شهر کوبانی بیرون برانند. به گفته نمایندگان این گروه نظامی کرد در سوریه کردها توانستند تپه استراتژیک تل شعیر را از دست دولت اسلامی خارج کنند. این تپه در حدود 4 کیلومتری غرب کوبانی و در مرز ترکیه واقع شده است. نیروهای دولت اسلامی این تپه را ده روز پیش تصرف کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از آنکه واحدهای رزمنده کرد موفقیت‌هایی به دست آورند، ائتلاف تحت رهبری آمریکا طی دو روز گذشته 21 حمله هوایی علیه مواضع دولت اسلامی داشته است. از جمله یک پالاشگاه نفتی در دیر زور هدف این حملات بودند. آژانس بینمللی انرژی پیش از این اعلام کرده بود که در پی حملات اخیر دولت اسلامی قادر نیست همچون گذشته نفت استخراج کند و بفروشد. صادرات نفت یکی از منابع مهم دولت اسلامی است. مرکز فرماندهی آمریکا اعلام کرد که بمباران های روزهای اخیر از سرعت پیشروی دولت اسلامی کاسته است و در رویداد دیگر هم فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و متحدانش در جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامی داعش برای روشن کردن و همفکری درباره مقابله با این گروه از شبه نظامیان در واشنگتن گرده هم آمدند. جنرال مارتین دمپسی فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا میزبانی نشست فرماندهان نظامی بیش از 20 کشور را در پایگاه نظامی اندروز به عهده دارد این اولین بار پس از تشکیل اطلاف علیه این شبه نظامیان تندروز که یک گرد همایی در این سطح از فرماندهان ارشد چندین کشور برای نخستین بار پس از تشکیل اطلاف ضد داعش که در ماه سپتامبر صورت گرفته بود برگزار می شود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش واش شود به خبرگزاری فرانسه گفت این اجلاس تنها برای اطمینان از این است که همه اعضا در یک راستا فعالیت می کنند. مقامات آمریکایی می گویند حدود 1400 پرسنل این کشور در عراق حضور دارند که هزینه هر روز مأموریت آنان بیش از 7 و نیم میلیون دلار ارزیابی می شود. از زمان آغاز حملات هوایی علیه دولت اسلامی در ماه اوت آمریکا حدود 424 میلیون دلار در این زمینه هزینه کرده است. قرار است لوید آستین رئیس مرکز فرماندهی حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه اطلاعاتی درباره فرماندهان نظامی و همچنین گزارش های تازه ای از این عملیات را در اختیار آقای اوباما بگذارد. و در رویداد دیگر هم سازمان عفو ملل میگوید شبه نظامیان شیعی عراق در نبردهای خود با داعش مرتکب جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی شدند. عفو بین الملل در گزارشی گفته است پس از اشغال برخی شهرهای عراق به دست داعش شبه نظامیان شیعی که از حمایت دولت عراق برخوردارند اقدام به آدم ربایی و کشتن شهروندان سنی در این کشور کردند. عفو بین الملل دولت مرکزی بغداد را متهم کرده است که این گروه ها را تجهیز و پشتیبانی می کند. دولت عراق هنوز به این گزارش واکنشی ابراز نکرده است. پس از حمله داعش و عقب نشینی ارتش عراق تقریبا یک سوم این کشور به دست اعضای این گروه افتاده است. در چنین شرایطی به دلیل ضعیف شدن ارتش عراق شبه نظامیان شیعه با حمایت دولت این کشور قدرت و حضور بیشتری در شهرهای مختلف به دست آوردند. آنان لباس های نظامی برتن می کنند و به طور رسمی کنترل شهرها را در اختیار دارند. منابع اطلاعاتی کابل تایید کردند سه هزار شهروند افغان در دو سوی مرز در سوریه می جنگند. روزنامه وال جورنال در تازه ترین گزارشش به نقل از یک مقام بلندپایه پایه افغان نوشته است. شماری از این افراد به گروه دولت اسلامی پیوستند و شماری دیگر از سوی حکومت ایران به پشتیبانی از حکومت بشار اسد به سوریه فرستاده شدند. یک مقام امنیتی افغان گفته است گروه دولت اسلامی در مناطق مرزی افغانستان با توضیح برگه های تبلیغاتی استخدام افراد را آغاز کرده است و با فرماندهان طالبان نیز در تماس هستند. یک تبعی آمریکا در ریاض به ضرب گلوله یک فرد مسلح کشته شد. مقتول همراه یک نفر دیگر در یک پمپ بنزین ایستاده بود که مورد حمله فرد مهاجم قرار گرفت. در اثر این تیراندازی سرنشین دیگر خودرو نیز زخمی شد وزارت خارجه آمریکا این دو آمریکایی را پیمانکار وزارت دفاع آمریکا در عربستان معرفی کرده است پلیس عربستان نام فرد مزنون را عبدالعزیز فهد عبدالعزیز دارای تابعیت سعودی آمریکایی و همکار این دو پیمانکار آمریکایی معرفی کرده که اخیرا به دلیل مسائل مربوط به مواد مخدر از کار اخراج شده بود درباره نام دو آمریکایی یا انگیزه مهاجم اطلاعاتی منتشر نشده است اما جنگنده های ترکیه مواضع پیکاکا در جنوب این کشور را بمباران کردند. ارتش ترکیه پیشتر گفته بود پیکیکه یک پاسگاه مرزی این کشور را مورد حملات خمپارهی قرار داده بود. مستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و چوزیات بیشتر. همین چند روز پیش بود که مراد کارایلان رهبر مشترک حزب کارگران کردستان پکاکا هشدار داده بود که اگر چرخش امیدوار کننده ای در سیاست ترکیه در قبال کوبانی و کردها دیده نشه اونها ممکن است سیاست گفتگو به مشی مسلحانه برگرند عبدالله جالان رهبر زندانی کرد هم در پی وقوع حوادث اخیر در کوبانی 15 اکتبر 23 مهر ما رو مهلت نهایی در این زمینه تعیین کرده بود و گفته بود اگر ترکیه اقدامی مؤثر در قبال کوبانی انجام نده نباید دیگر به مذاکرات صلح امیدی داشت حالا اما پیش از این مهلت تمام شده روزنامه حریت ترکیه خبر از حمله هوایی ارتش این کشور به موازه پکاکا داده آنطور که حریت گزارش داده جنگنده های ارتش ترکیه مواضع پکاکا رو در روستای داغلیجا و در نزدیکی مرز عراق مورد حمله قرار دادند البته هنوز تا لحظه تنظیم این خبر گزارش رسمی در مورد این حمله در رسانه های ترکیه منتشر نشده اما چند روز پیش از این ارتش ترکیه اعلام کرده بود که یک پاسگاه مرزی ترکیه از سوی نیروهای پکاکا چندین بار مورد حملات ای قرار گرفته روز گذشتم البته آقای داود اغلو نخست وزیر ترکیه بدون اشاره به جزئیات این حمله هوایی گفت که در پی حمله تروریستی به پاسگاه مرزی ارتش این کشور همه تدابیر و اقدامات لازم رو انجام داده به نظر میرسه اندک اندک امیدها به ادامه مذاکرات صلح میان پکاکا و دولت ترکیه کمرنگ میشه همین دو سال پیش بود که عبدالله اوجالان رهبر زندانی کرد در پیام معروف نوروزی خودش گفت که اکنون زمانان رسیده که توفنگ ها خاموش بشه و زبان ها سخن بگویند اما به یکباره باره و در پی حوادث اخیر در کوبانی روابط دو طرف رو به تیرگی گذاشته پکاکا از دولت ترکیه انتظار داره واکنش موثر در قبال برخوردهای کوبانی داشته باشه ترکیه اما معتقده که یک اقدام جدی در قبال سوریه نیازمند پیش شرط هستش که بدون پذیرش این پیش شرط از سوی جامعه جهانی این کشور تمایلی به ماجراجویی در سوریه نداره با این همه در طی دو سالی که از مذاکرات صلح میان ترکیه و پکاکا میگذره این نخستین واکنش نظامی ترکیه در مقابل نیروهای پکاکا هستش پکاکا البته پیشتر بنابر توافق صورت گرفته در مسیر مذاکرات بخشی از نیروهای خودش رو از ترکیه خارج کرده بود و به کوه قندیل فرستاده بود اما خب بارها هم تهدید کرده بود که اگر مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسه نیروهای خودش رو به داخل خاک ترکیه برمیگردونه آقای رجب طیب اردوغان هم در پی وقوع حوادث اخیر در ترکیه گفته بود که دستهایی در کار هست تا روند مذاکرات صلح رو مخدوش بکنه اما دولت با جدیت تمام مانع از این کار خواهد شد منابع خبری در ایران میگویند صنایع عراق باعث شده تا در روستای کزاز در استان مرکزی که نزدیک صنایه بزرگ و پالایشگاه قرار دارد نوزادان معلول متولد شوند روزنامه شهروند می نویسد این صنایه برای روستاییان نه تنها رونق و کار نیاورده بلکه خاک و هوای آلوده بچه های نارست و مرده و مادران مریض آورده است الله تهماسبی دهیار این روستا گفته است بسیاری از بچه های روستا که سنشان تقریبا همسن پالایشگاه و این صنای است از نظر ذریبه هوشی خیلی پایین هستند و مدرسه استثنایی می روند. علیرضا قربانی مسئول دفتر بهداشت و عضو شورای این روستا نیز از افزایش انواع سرطان سخت جنین آسم و بیماری های عصبی در این روستا خبر داده است و گفته در این زمینه آمار داریم اما گفتند محرمانه است نباید بگویید کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفته افراد غربگرا به جامعه زیان میزنند برخی زنان بی افت شدند و شماری از محبان ولی فقیه منافق هستند آقای صدیقی مدعی شده با وجود افراد غربگرا در جامعه نمیتوان انتظار داشت مدارس و دانشگاه های ایران سالم باشند و با اشاره به حضور جمهوری اسلامی در جنگ نرم به آسیب های این جنگ اشاره کرده و گفته برخی زنان در ایران از طریق تماشای شبکه های ماهواره شدند این روحانی محافظ کار همچنین گفته است حکومت باید جلوی فساد را بگیرد و نباید اجازه دهد هیچ کانون فسادی جرأت فساد در حکومت را داشته باشد. قنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام دیروز سهشنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. این نخستین و آخرین جلسه دادگاه قنچه قوامی بود و قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به خانواده او وعده داد تا هفته آینده رأی خود را صادر کند. محمود علیزادی تبا طب وکیل خانم قوامی که تا پیش از نشست دادگاه نتوانسته بود با موکلش ملاقات کند به خبرگزاری ایسنا گفته بر اساس ماده 35 آین دادرسی کیفری بازداشت چهار ماهی قنچه قوامی غیر است. خانم قوامی که از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر میبرد از دو هفته قبل اتصاب قضا کرده و خواستار رایت قانون شده است هفت نماینده مجلس در نامه خطاب به رئیس دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی خواستار برگزاری علنی این دادگاه شدند به گزارش خبرگزاری خانه ملت احمد توکلی، محمد دهقان، اسماعیل کوسری، الیاس نادران، حسین نجابت، رضا آشتیانی و احمد امیرآبادی در نامه نوشتند مردم حق دارند در جریان اتهامها و دفاعیات فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در دادگاه قرار گرفته و به داوری بنشینند. ششمین جلسه دادگاه مهدی حاشمی فرزند اکبر حاشمی رفسنجانی، دهم شهریور در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه و به صورت غیرعلنی برگزار شد بر اساس گزارش یک خبرگزاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از آغاز رهبری خامنه ای تا کنون از پنج نهاد به شانزده نهاد افزایش یافته است علی خامنه در سال 1368 پس از مرگ روح الله خامنه جانشین او شد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در گزارشی خبر داد که نهادهای اطلاعاتی حفاظتی در جمهوری اسلامی از سال 1368 تا کنون از پنج نهاد به شانزده نهاد افزایش یافته است این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال 1362 و قانون تمرکز اطلاعات مصوبه مجمع تشخیص مسلحت نظام در سال 1368 وزارت اطلاعات، واحد اطلاعات سپاه پاسداران، واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی، واحد اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند. خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود مینویسد که طی دو دهه اخیر نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تأسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی حفاظتی کشور همکنون به 16 نهاد افزایش یافته است. خبرگزاری فارس در گزارش خود اشاره ای به نام نهادهایی که به گفته این خبرگزاری در دو دهه اخیر تأسیس شدن نکرده است. حفاظت اطلاعات قوه قضایی جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره ای نشده و بر اساس گزارش بیش از یک دهه قبل تأسیس شده است. در همین زمین سعید مرتزوی، دادستان سابق تهران، روز دوشنبه هفتم مهرما گفته بود که حفاظت اطلاعات قوه قضایی از یک دهه قبل فعالیت می کند و به پرونده های مهمی رسیدگی کرده است. ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضایی نیز از جمله دیگر نهادهایی است که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضایی تأسیس شد. از سوی دیگر بر اساس گزارشات در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که از آن به عنوان بیت رهبری نام برده می شود دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت اطلاعات مشغول به فعالیت هستند. دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا از جمله دفاتری است که رئیس آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود و وظیفه ارتباط با سازمان های اطلاعاتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است مرکز تحقیقات مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است نیز در تیر ماه 1393 در گزارشی خبر داد که در ایران تشکیلاتی به نام قاضی شنود با تایید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود و تنها به او و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخ است. در ماده دو قانون اساسنامه تشکیل وزارت اطلاعات شورای برای برقراری هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی با نه عضو پیش بینی شده است علاوه بر نمایندگان پنج دستگاه اطلاعاتی مورد اشاره در گزارش خبرگزاری فارس داستان کل کشور وزیر کشور یا نماینده تامل اختیار او وزیر امور خارجه یا نماینده تامل اختیار او و مسئول حفاظت اطلاعات ارتش اعضای این ستاد را تشکیل میدهند. خبرگزاری فارس در گزارش خود تهیه برآوردهای اطلاعاتی امنیتی مشترک و پیگیری و هماهنگی اجرای پرونده و عملیات های اطلاعاتی مشترک را از جمله اقدامات این شورا در یک سال اخیر ذکر کرده است. دفتر ناصر مکارم شیرازی اطلاعی ای درباره حمله فردی به این مرجع تقلید حکومتی صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است فردی که نراحتی روانی دارد روز دوشنبه برای گرفتن کمک وارد جلسه شد و از آنجا که ازدهام جمعیت بسیار زیاد بود محافظین به او پیشنهاد کردند که در همان پایین مجلس بنشیند که وی عصبانی شد و با کفش خود به یکی از محافظین کوبید و به طرف جایگاهی که معظم الله نشسته بودند حرکت کرد بر اساس این اطلاعیه محافظین او را گرفته و به خارج هدایت کردند و شنیده شده که او را دستگیر کردند نه ای در کار بود و نه برنامه خاصی هزینه یک خانوار چهار نفری کارگری در ایران ماهانه به دو میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافته است. حداقل دستمزد کارگری در سال 93 609 هزار تومان در ماه اعلام شده که فاصله ای میلیون و 600 هزار تومانی با هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره کارگری دارد این افزایش در حالی است که دولت حسن روحانی از کنترل و کاهش نرخ تورم و بهبود معیشت مردم ایران خبر می‌دهد اگرچه تورم رکود و نقدینگی با سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی تا حدودی کاهش یافته اما مردم ایران همچنان با افزایش نرخ کالا و خدمات مواجه هستند با این حال آقای روحانی مدعی است وضعیت معیشت مردم رو به بهبود است کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه خطاب به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از وی خواستند تا در مقابل فشارها برای اکران نکردن بعضی از فیلم ها تسلیم نشود. به گزارش روزنامه شرق کانون کارگردانان در این نامه گفتند عدم نمایش فیلم هایی که دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند به دلیل سلایق عده معدود باعث ایجاد جو ناامنی در فضای سینمایی کشور می شود. من عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان از جمله فیلم هایی است که اکران آن با چالش هایی روبرو شده تا جایی که احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران گفته اکران این فیلم خط قرمز مجلس است رسانه های طرفدار نهادهای حکومتی از فیلم من عصبانی نیستم به عنوان فیلم حامی فتنه یاد می کنند اما سالانه 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده کشور را ترک می کنند. طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال 2009 ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان مقام اول را در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیفته داشته است. فرار مغزها و یا خروج نخبگان از کشور رو به افزایش است. به گفته مسئولان دولتی در ایران و همچنین صندوق بین پول ایران مقام اول را در زمینه مهاجرت نخبگان داشته است. طبق گزارش ها ظرف 80 روز ابتدایی سال 1391 در ایران بیش از هزار جوان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند. نیمی از این جوانان 22 ساله بوده و با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل از کشور خارج شدند. کشورهای آمریکا، کانادا و بریتانیا هم سه مقصد اصلی این مهاجران بوده است. طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال 2009 ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را داشته است. بر اساس این گزارش سالانه بین 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده برای خروج از کشور اقدام می کنند. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اسلامی چندی پیش اقتصاد متکی به نفت و فضای خاص کشور را دلیل مهاجرت نخبگان دانسته بود. به گزارش دویچه وله ستاری گفت که زمینه های مناسب برای جذب نخبگان در ایران وجود ندارد و از این طریق سرمایه های هنگفتی هدر می رود. وی معتقد است کشوری که پولش را از نفت تأمین می کند هیچ زمان نمیتواند نخبگان خود را در داخل کشور نگه دارد. جذب و نگه داشتن نخبگان در کشور نیازمند اقتصاد و فضایی خاص است. نخبه در اقتصاد متکی به نفت جایی نمییابد و به همین دلیل نخبگان مهاجرت می‌کنند. رضا فرجی دانا، وزیر علوم استیزاخ شده ای ایران نیز در زمستان سال 1392 گفته بود که تربیت یک نخبه برای ایران با محاسبات دهه هفتاد شمسی یک میلیون دلار هزینه برمیدارد او گفته بود با حساب خروج سالانه 150 هزار نخبه از کشور ایران 150 میلیارد دلار در سال ضرر می دهد. فرجی دانا فرار مغزها را بزرگترین خسارت کشورهای در حال توسعه خوانده و افزوده بود ما فقط در حال نظاره خروج نخبگان از کشور هستیم در همین حال بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ضمن بررسی وضع اقتصادی ایران نوشته است با وضع اقتصادی موجود در ایران تعجبی ندارد که هر سال حدود 150 هزار نفر از جمعیت جوان کشور برای یافتن آینده اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. بر اساس برآوردهای دولت ایران این کشور باید در دو سال آینده حدود 8.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند تا به هدف خود در کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد تا سال 2015 دست یابد. کوچ جوانان تحصیل کرده ای ایرانی به خارج از کشور در سالهای اخیر سبب شده است که کشورهای میزبان نخبگان ایرانی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در داخل ایران سود ببرند. نخست وزیر کانادا چندی پیش به سراحت اعلام کرد دولت ایران ما را 25 سال پیش رفت داد. چرا که زمینه مهاجرت هزاران متخصص ایرانی به این کشور را فراهم کرد. دکتر منیجه فیروزی مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس به خبر آنلاین میگوید در کشورهای پیشرفته برای افراد مستعد و تعلیم دیده بهترین امکانات مادی فراهم می شود تا آنها هم بتوانند پیشرفت کنند و هم آسایش نسبی داشته باشند. اما در ایران خودمان زمینه را برای سرکوب و خروج با استعدادترین جوانان کشور فراهم میسازیم. اینکه بگوییم ما جوانان را با هزینه شخصی خود آنها روانه کشورهای پیشرفته می کنیم و در پایان جوانانی متخصص به کشور باز خواهند گشت اقوا کننده است. نتایج بررسی سالانه نامنویسگی های بین المللی دانشگاه های آمریکا نشان می دهد در سال تحصیلی 2010-2011 حدود 5,626 ایرانی در حال تحصیل در این کشور بودند این رقم نسبت به سال تحصیلی 2009-2010 19 درصد بیشتر بود بر اساس آمار مجلس شورای اسلامی هم در سال 1389 حدود 60 هزار نخبه ایرانی از ایران مهاجرت کردند. اغلب این افراد نفرات برتر المپیادهای علمی، نفرات برتر کنکور و یا دانشگاه ها بودند. بر اساس این گزارش 25 درصد از ایرانیان تحصیل کرده در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند. حدود 40 درصد مهاجران را دختران و زنان تشکیل می دهند. در پایان این بخش خبری توجه شما را به یک خبر علمی جلب می کنم. بر پایه نتایج یک پژوهش تحلیل رفتن حس بویایی در افراد مسن نشانه دقیقی از رسیدن زمان مرگ شخص ظرف مدت تنها پنج سال است همچنین بر اساس یافتههای تحقیق یاد شده بجز از بین رفتن حس بویایی از کار افتادگی کبد نیز یک نشانه قوی دیگر رسیدن موعد مرگ انسان است که به گفته پژوهشگران از زوال بویایی نیز تر است به این ترتیب برای تخمین زمان مرگ یک انسان بعد از آسیب کبدی زوال حس بویایی در جایگاهی بالاتر از نشانه هایی همچون مشکل قلبی، سرطان و بیماری های ریوی قرار میگیرد. با این خبر علمی به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم.